البته باید بگویم که بازوی بریده عطف میشه به روز احوال مهاجرین آسیایی افریقایی در اروپا و امریکا. البته این داستان در شهر آمبورگ آلمان میگذره و ما دو سه صفحه اولش حسب امر نادر جان قرائت میکنم. بار اول که تیاره حامل رحیم و خانوادهش بر میدان هوایی سرزمین بیگانه نشست، گمان نمی برد که دنیا از وی تغییر کرده و حادثه خلاف توقع در حال وقوع است. هنوز گرمای مطبوع آب و هوای وطن بر گوشت و پوستش باقی بود و تصور می کرد که کماکان پشتش به کوه است و آن جذبه و تکیگاه استوار که چون دامان مادر آرام بخش و نوازشگر بود با او قوت قلب می بخشد. رهنمای اداره مهاجرت که خانم به نسبت چاق و میان سالی بود، آنها را به داخل ساختمان ترمینال رهنمایی می کند و در صف دراز مسافران تازه رسیده می ایستند. وقتی که نوبت به خودش می رسد، از دریچه پاسپورتش را به مرد که لباس پلیسی باور کرده بود ارائه می کند. پلیس پاسپورت را ورق می زند و زیر و بالای آن را به دقت از نظر می گذراند. دو سه بار سرش را پایین و بالا می کند و با نگاه های نافذ و غریب به سوی او می نگرد. اول از طرز دیدن پلیس چیزی نمی فهمد، اما سپستر احساس نامطبوعی در دلش رخ نمی کند. چرتی می شود و می کوشد راز و معنای آن طرز تماشا را بفهمد. پاسپورتش را که مامور موظف با نو اکراه به او پس داده بود مسترد می شود و نوبت را به دیگری می سپارد. در گذشته به ندرت و یا هرگز با چنان نیش نگاهی مقابل شده بود. اگر باری کس یا کسانی در کابل از چنان زاویه‌ای به سویش نگریسته بودند، زیاد جدی نگرفته بود چه آن نگاه ها با زهر تحقیر آغشته نبودند. اما پیش آمد پلیس بیگانه به حدی تأثیر ناخوش داشت که گفتی نوک نشتری بر جگرش خلیده است. محل اقامت موقتشان در ساختمان قدیمی در حاشیه شهر هامبورگ تعیین شده بود. آن عمارت به قرارگاه متروک نظامی شباهت داشت و از سر تا پا با خشت پخته آباد شده بود. مرور ایام و گذر سالهای طولانی باعث شده بود که بخشهای از دیوارها چرکید نمزده و رنگ رو رفته معلوم شوند. از بروبالین ساختمان پیچک های وحشی بالا رفته بودند و از فرط بیتوجهی گیاهای بینام و نشان از سوراخ ها و درز های سنگ فرش های راه روه های اطراف ساختمان سر برآورده بودند. در آن بنا که مسمی بلاگر بود، کم و بیش 100-150 پناهنده دیگر نیز می‌زیستند که از نقاط مختلف دنیا به آلمان روی آورده بودند. از آنجا که مسئولان اداره مهاجرت به کمبود اتاق مقابل شده بودند، تخت‌های خواب را مثل خش در اتاق‌ها چیده بودند و در هر اتاق با مشکل 5-6 تخت خواب را جا داده بودند. تخت‌های خواب نیز و قدمت ساختمان به نظر می‌رسیدند رنگ رو رفته و شدیداً مستعمل. احتمال دارد که لاغر قبلاً سربازخانه یا قشله عسکری بوده و اساس و وسایلش مورد استفاده سربازهایی بوده که در جنگ جهانی دوم شرکت کرده بودند. در جمع مقیمان آنجا چند خانواده افغان نیز موجود بودند که بعضن یک دیگر را می شناختند و بعضن با هم ناآشنا بودند. غذاهایی که معمولاً با آنها می خوراندند مرکب از ساسیج و همبرگر گوشت خوک بود که گاهی برای برخی از باشنده ها استفراغ آور بود. در اتاق غذاخوری که محل تجمع گاه و ناگاه پناهجوها بود، بعد از صرف نان چاشت و نان شب، چندین کشور
با مرزهای مشخص تشکیل میشد، کبوتر با کبوتر، زاغ با زاغ. در یک گوشه ایرانی ها با هم کله به کله می شدند، در گوشه دیگر عراقی ها با هم دیگر گپ می زدند. از گلوی آنها یک ریز حرف عین با شدت و حدت باد می شد و یکان وقت داد و بیدادشان به اندازه بالا می گرفت که شنونده گمان می برد تا لحظه دیگر کارشان به تیغ و تلوار خواهد کشید. گروه افغان ها قدری دورتر از آنها جمع پریشانشان را به نمایش می گذاشتند. سرخورده، آسی، عصبانی، بی باور و خصم خونی یک دیگر. آنها همه از خط آخر با آنجا کوچیده بودند. بر پیشانی همه داغ شکست مور شده بود و گواه اصابت سرهایشان بس سنگ خارا و بنبست آخر کوچه بود. از آن شمار یک فامیل بلند پرواز و به نسبه خوشپوش مرکب از زن و شوهر و چند پسر و چند دختر نیز و جمع آنها پیوسته بودند که از آن پیوستن سخت ناخشنود بودند و هم کاسه شدن با دیگر افغانها را دون شأنشان می دانستند. این خانواده به اعتبار لافیدنها و دروغهای اغراق‌آمیز و شاخدارشان هیچ از برج آج پایین نمی آمدند. آنها بین زمین و آسمان می زیستند و از حدت سردرگمی معلق مانده بودند. شیراها مرد آن خانواده سخت دلبسته مبادی آداب اشرافی بود. برغم فلک زدگی و دوری از پایگاه و خواستگاه، کماکان برخی عادات و اطوار سابقش را حفظ کرده بود. عادتا نکتایی می‌بست و اجازه نمی‌داد که بر سر بوت‌های نیمداشتش گرد بنشیند. تا اندک پاپوش‌هایش غبار اندود می‌شد، فوراً با دستمالک گردها را می‌ستورد. اغلب سیگرت دود میکرد، ولی در اتاق غذاخوری به خاطر تفاخر بیشتر جعبه میراثی و نقرین سیگارش را که با نقش و نگار نفیس منقش شده بود باز میکرد و سیگاری از جمع سیگارهایش را آتش میزد و به کوری چشم حاسدان دود آن را از حفره دهنش حلقه حلقه به هوا پف میکرد. اما راهله جان، ملقب به شاگل، همسر شیر آقا مدعی بود که خودش خیش نزدیک پادشاه سابق اعلیحضرت محمد زاهد شاه است و از خانواده شاهی به آن بیغوله افتاده است. با چنان نخرب و ناز ظاهر می شد که گفتی ملکه ویکتوریا می خرامد. هنگام حضور در اتاق غذاخوری با لباس فاخر و بلند مراسم رسمی ظاهر می شد و دخترهای به نسبه زیبایش او را دنبال می کردند. شاگل ادعا داشت که نواسه سردار عبید است و چنان در باره او لافیده و داد سخن داده بود که شنونده گمان می برد که دست کم سردار عبید یک پایه پادشاهی بوده و به اذن او آب از گلوی زادشاه پایین نمی رفته است. اما رحیم در مانده بود که به کدام گروه بپیوندد. نان قدر اشرافی بود که به اشرافزاده ها نزدیک شود، نان قدر افراطی بود که جانب چپ ها را بگیرد، نان قدر متعبد و مؤمن بود که حاشیه نشین میز اخوانی ها شود و نان قدر بی تلخه و بی احساس بود که از همه کناره بگیرد و با هم وطنانش داد و معامله نداشته باشد. لاجرم به اقتضای فریضه هموطنی به تفاریق کنار یکایک آن گروه ها می نشست و می کوشید به بهانه سر صحبت را باز کند، ولی هیچ کدام او را با پیشانی باز نمی پذیرفتند و از رم نگاه های شکاکشان در می افت که آنها همه او را با چشم گماشته یا جاسوس می بینند و به محض نزدیک شدنش خود را جمع جور می نمایند و حالت دفاع به خود می گیرند. افغان های مقیم لاغر در حقیقت به بریده ها یا تریشه های کاغذ های رنگارنگ می ماندند که زیر شلاق و با عنف و جبر با هم چسبانده شده باشند. بعد از پیش آمد سرد و کرخت پلیس در روز اول، این دومین برخورد نامطبوع بود که رحیم را ملتفت واقعیت تلخی کرد که پیش رو داشت. با صرافت دریافت که فقط
به صرافت دریافت که فضای مسلط مناسبات در لاغر را نفرت تشکیل می دهد. نفرت نهادی شده، میکروبی، ساری و واگیر. شب آن روز با حادثه باور ناکردنی و عجیبی مقابل می شود. پیش از رفتن به رخت خواب، هنگامی که می خواست دریشیش را در الماری بیاویزد، اتفاقا چشمش به کاغذ لوله شده و شکری رنگی می افتد که در سوراخک سقف الماری فرو رفته بود. از سر کنج کاوی کاغذ را با احتیاط بیرون می کشد و چین و چروکش را که گواه گذر سالهای طولانی بود صاف می کند و متوجه نوشته خیره رنگی می شود که صفحه کاغذ را پوشانده بود. زنش تنظامه صدا می زند: چی یافتی؟ پول یا مروارید سچه؟ جواب می دهد: نه، یه خط عجیب و غریب. صبر کن تا ببینم که چی نوشته. زیر چراغ سقفی وسط اتاق می ایستد و می کوشد نوشته را بخواند. خوشبختانه آن کاغذ به زبان آلمانی نوشته شده بود، زبانی که رحیم آن را در مکتب تا حدود آموخته بود. آن نوشته چنین شروع می شد: خواننده ناشناخته و عزیز، دقیقا نمی دانم که چرا و به چه امید این نامه را می نویسم، در صورتی که به هیچ روی مخاطب مشخص ندارم و نیز مطمئن نیستم که روز این سیاهه به دست کسی بیفتد و هم بعید نیست که این چند ساعت در جوف همین سوراخ بپوسد و به هیچ کس تعلق نگیرد. من داوود هستم، جوان 28 ساله یهودی که یک سال قبل به چنگ نازی ها افتادم و گشتاپو من و عده دیگر را از مرز بین آلمان و پولند و اینجا آورد. در 60 کیلومتری اینجا یک اردوگاه زندانیان جنگ و محکومین سیاسی و عقیدتی وجود دارد که در آن ده ها هزار لهستانی، چکی، سلواکی، بوسنیایی، جدها یا کولیها و مجارها را گرد آوردند که روز تا روز از تعدادشان کاسته شده می رود. تعدادی را امراض مدهش چوب تبرکلوز و تیفوس و ملاریا از بین برد و تعداد بیشتر را کوره های آدم سوزی بلکت. در آنجا مسئولین اردوگاه هر روز از بین سالمندان، چه زن و چه مرد، و از بین کودکان، چه دختر و چه پسر، صدها بیگناه و مظلوم را به داخل اتاقهای بسیار بزرگ افراز گازهای سمی چون گله های گوسفند می رانند و چند دقیقه بعد در هر قتلگاه همان عده جان می سپارند و ما نشکش ها که جمعاً 300 نفر بودیم و به سبب زور و توان جسمی موقتاً نفس میکشیم، مطابق دستور اجساد را در کراچی های دستی از اتاق های گاز بیرون میکنیم و در کوره های آدم سوزی خالی مینماییم. تردید نداشته باش که ما هر یک بیش از هزارها انسان بیگناه را به کام کوره های آتش سپردیم و بوی گوشت سوخته و زغال شده انسانها را که هوا را می انباشت استنشاق کرده ایم. سرانجام چند نفر از ما نشکش ها را به این لاغر انتقال دادند تا جاده ناصاف اینجا را به اردوگاه کوره های آدم سوزی صاف و اسفلت کنیم. دادم حاضر آن جاده را تا نیمه تصدیح کرده ایم و بشک و شبهه تا چند بعد ما را هم از همین مسیر به اردوگاه می فرستند تا نشکش های دیگر شاهد خاکستر شدن ما باشند و کباب جسم انسان را ببویند. تو خواننده این دفتر، ای کسی که الماری و تخت خواب من را به میراث می بری، آگاه و واقف باش که تو هم همین اساس را به قربانی دیگری خواهی سپرد و این سلسله همچنان ادامه خواهد یافت. آیا ما همه بازیچه های در دست روزگار نیستیم؟ بگرمی دستت را می فشارم، دوست نادیده ای تو داود.